نخستین بار خواهد بود که این نمایندگان شورای عالی سال تا یک روز دیگر با نمایندگان طالبان پشت یک میز خواهند نشست و با حضور نمایندگان 12 کشور منطقه و جهان درباره صلح افغانستان رایزنی خواهند کرد. د دې ناست اجنډا مشخصه پر دې ده چې څنګه کولی شو د افغان حکومت سره طالبان مستقیم خبراتورو ته ژر په مستقیم خبراتوري ژر پیل سي. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که در هماهنگی با حکومت افغانستان سفارت ایالات متحده امریکا در مسکو یک نماینده اش را به این نشست خواهد فرستاد. ایالات متحده امریکا آماده است که برای پشتیبانی و آسانسازی روند صلح با تمامی طرفهای علاقمند کار کند. اما چرا نمایندگان حکومت افغانستان در نشست مسکو شرکت نمی کنند؟ حکومت افغانستان فقط به اساس می اصل که صلح به مالکیت افغانا و تحت رهبری افغانا باشه. یک دومی که هر نوع نشستی که می باشه که در او طالبان دعوت میشه برای یک استیج بین المللی، او باید آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و بین طالبان باشه. درباره چگونگی برگزاری نشست مسکو دیدگاه های گوناگونی وجود دارند. یعنی مشروع سازی یک پدیده نامشروع موجب می شود که نمایندگان ISI و طالبان در سالون های بین المللی قابل قبول، مورد قبول و مورد تایید به عنوان دیپلمات ها قرار بگیرند. حکومت که هر قدر ضعیف باشه، هر قدر بد باشه، حکومت ما هست و باید کنار زده نشه. در این نشست طالبان به کدام مسائل خواهند پرداخت؟ طالبان به کوشش وکی چې دراتلون کې نظام پاره او د افغان ولس هغه غشتنی چې دی دغه پاره باندې نظریات وړاندې کی. طالبان با پخش اعلامیه میگویند که در این نشست با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد، اما تلاش های دیپلماتیک را نشانه توان سیاسی این گروه میدانند.